سلام، به کانال من خوش اومدید. من امید هستم و توی کانالم در مورد ادبیات صحبت میکنم، داستان میخونم، شعر میذارم. اگر که به این مباحث علاقه مندید و داستان دوست دارید، خوشحال میشم که اگر تا الان منو دنبال نکردید، البته الان کانال رو دنبال کنید، اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فشار بدید تا اگر که من محتوای تازه گذاشتم خبرش به شما برسه. این هفته دو تا داستان دارم با مضمون کودک همسری که امیدوارم خوشتون بیاد. اولیش هست غروب پسابندر. پسابندر جنوب شرقی ترین نقطه ایرانه، در نزدیکی مرز پاکستان و تو خلیج گواتره. روی سنگ نمکی مشرف به خلیج نشسته بود. باد دم غروب زمستون که از روی خلیج گواتر بلند میشد، شال بلوچی پشم بزش را پر میداد. پایین و بین موچکن و اسکله پسابندر، قایق‌های کوچک از هر رنگی کنار هم روی موج‌ها بالا و پایین می‌رفتند. با اینکه از آخرین باران مدتی می‌گذشت، اما همه موتورهای قایق‌ها را برزنت کشیده و بالا داده بودند. دورتر لنج‌های بزرگ آبی لنگر انداخته بودند. دکه های ماهی فروش های بندر هم کرکره هایشان پایین بود. باد تندتر شد. پیرمرد تا دستش را کشید به پشت پلک هایش که خیسی را پاک کند، شالش کنار افتاد و ریش سفیدش در تند باد پریشان شد. شال را دوباره پیچید دور صورتش. از پشت سر صدای جیر جیر زنجیر و فشرده شدن ماسه سنگ های سفید زیر تایر دوچرخه آمد. پیدایش کرده بود. از وقتی بنزین گران شده بود، زهیر دوچرخه پسرش را سوار می شد. پیرمرد هر وقت دلش می گرفت می آمد اینجا و پسرش این را خوب می دانست. زهیر دوچرخه را ول کرد زمین. جای عرق سینه و شکمش روی لباس بلوچی آبی آسمانیش مانده بود. هنهنش که خوابید، دو زانو نشست کنار پیرمرد. ملتمسانه نگاهش کرد. اما پیرمرد یک سر سنگ شده بود. رد نگاهش به دنبال سگ لاغر کنار ساحل بود که کنار دکه های ماهی فروش های تعطیل دنبال غذا می گشت. باد سردتر شد. زهیر که عرقش داشت خشک میشد لرزش گرفت. بلند شد. رفت پشت پیرمرد که دوچرخه‌اش را بردارد، صدایش را بالا برد. فکر میکنی من راضیم؟ ولی آخرش که چی؟ باید شوهرش بدم یا نه؟ حالا فاروق نباشه، عبدالکریم باشه. پیرمرد ناگهان بلند شد. زهیر جا خورد. اما باز هم رویش را سمت پسرش برنگرداند. پسر آرام دوچرخه را برداشت، سوار شد و رو به چراغ‌های روشن روستا رفت. پیرمرد کوره راهی را بلد بود که یک راست می‌رفت کنار ساحل. آرام از همانجا رفت پایین. چند شیب تند داشت. خجالت نکشید که نمیتواند همه را سر پا برود. چند جا نشست روی شنها و کمی سر خورد. پایین که رسید اطرافش را نگاه کرد. کسی نبود. پشت لباسش را تکاند و راه افتاد. قایق‌ها همه کنار هم، بی بنزین، بی صیاد. دکه‌های ماهی فروش‌ها خاموش. دریا آخرین انوار خورشید را می‌بلعید که پیرمرد به روستا رسید. صدای اذان مسجد بلند شد. نورافکن تنها منارش صدایش می‌زد. از مسجد که بیرون آمد، نبش دوید سمتش. برادر بزرگتر حلیمه بود. نه اینکه با نوه‌هایش مهربان نباشد، اما آنها هم مانند پدرشان از کج خلقی ناگهانی پیرمرد می ترسیدند.
پسر زهیر که بی دوچرخه شده بود پیغام پدرش را رساند. فاروق به عنوان خواستگار در خانه زهیر بود. پیرمرد نه تندتر رفت و نه آرامتر. رسیدن جلوی خانه. تویوتای فاروق بزرگتر از دوتای دیگر بود. آدمهایش دم در و توی حیاط ایستاده بودند. پیرمرد را احترام کردند. رفت داخل. پسرش و خواستگار هر دو به پایش ایستادند. بالای مجلس نشست. زیر تابلویی از کعبه که خودش از مکه برای پسرش سوغات خریده بود. باقی تمامش حرف بود. حرف شیربها، حرف وام. پیرمرد تسبیح دست گرفته بود و آرام دانه می انداخت. فاروق لنج بنزین برداشت. قاچاق می برد پاکستان. وضعش خوب شده بود. خیلی خوب. زهیر به فکر دکه بزرگتر بود. چانه زدند. آخر سر سر روز عروسی توافق کردند. جلوی پیرمرد نقل گرفتند. برداشت گذاشت توی جیبش. از در که بیرون رفت، حلیمه پشت پرده اتاق کناری روی کتاب ریاضیش اشک می‌ریخت. پایان. این داستان روز پنجشنبه 12 دی‌ماه 1398 در روزنامه اعتماد چاپ شده. من یه داستان دیگه هم براتون میخونم، اونم مضمونش در مورد کودک همسریه. امیدوارم که خوشتون بیاد. اسمش هست عقد کنن. مادرم هم آمد توی بالکن. از دختر خالم پرسید چی شده؟ اشکهایم گند زده بود به آن همه تلاش آرایشگر. گفتم نمیخوام، به هم بزنید. مادرم چنگ ریزی به صورتش کشید و با صدای زیر گفت تو رو خدا آبرو ریزی نکن. سالها بود مادرم اینقدر به خودش نرسیده بود. چادر صورتی گلگلیش را مرتب کرد. به دختر خالم نهیب زد بیارش تو، عاقد اومده. محکم گفتم نمیام. برگشت و توی صورتم نگاه کرد. سرخی صورتش از سفیداب نبود. تو غلط کردی، از کی اینقدر وقیح شدی؟ دوباره همان حرفها را تکرار کردم که چرا دوستش ندارم و نمیخواهم زنش بشوم. مادرم رفت سمت مردانه، همان چیزی که از آن میترسیدم. پدرم آمد توی بالکن، مادرم هم پشتش ایستاد. بدون آنکه توی صورتم نگاه کند تسبیحش را در مشت گرفت. مادرت چی میگه؟ آقا جون به خدا دوستش ندارم، نمیخوام ازدواج کنم. دستش را کشید توی ریشش، بعد به آرامی پرسید الان چه عیبی میخوای روی جوان مردم بذاری؟ از پولش، مدرکش، کارش، اعتبارش و حتی از اون کچروارهای بدرنگش، از هیکلش، صداش، از همه چیزش متنفر بودم. پدرم همچنان منتظر بود. گفتم به خدا اگه زورم کنید یا بعدش خودم رو میکشم یا جدا میشم. پدرم تسبیح را گذاشت توی جیب کتش. بعدن هر غلطی خواستی بکن، الان نمیذارم آبروی منو ببری. بعد به مادرم اشاره کرد که بیا برش داخل. هنگامی که می رفتم سمت صندلی سفید خالی کنار داماد، یاد گوسفندی افتادم که نیم ساعت پیش دم در سر بریدند. من هم بره‌ای بودم که قرار بود به مسلخ برود. روی صندلی نشستم. گفتند عاقد می آید داخل. چادر سفیدم را کشیدم روی صورتم. با صدایی که تلاش می کردم نلرزد رو به داماد گفتم شما رو خوشبخت نمی کنم. راضی به این وصلت نیستم. از زیر توری چادر دیدم که لبخند می زند. سرش رو انداخت پایین و گفت انشالله درست میشه. چقدر از این مرد بدم می آمد. بعد خواستگاری تنها یک بار دیده بودمش.
مؤدبانه و با احترام گفته بودم که نمیخواهم با او ازدواج کنم. گفتم هزاران دختر هستند که آرزو میکنن زن او باشند. آشفته رفت پیش مادرش و برگشت و چیزی نگفت. خواهرش گفته بود اینها ناز دخترونه است، جدی نگیر. ناگهان آقد شروع کرد. دو چیزه مکرمه و من زیر چادر عشق می ریختم. داشت برای بار سوم تکرار می کرد که مادرم توی گوشم گفت به آبروی بابات فکر کن. آقد برای بار سوم پرسید آیا به بنده وکالت می دهید؟ سکوت محض بود. انگار تمام جمعیت دستشان رو روی گلویم فشار می دادند. آقد دوباره پرسید بنده وکیلم؟ بغزم ترکید و حقیق زنان گفتم بله. داماد دستمال کاغذی را جلویم گرفت و گفت مبارک. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این دوتا داستان. اگر که از این داستان خوشتون اومده، این بالا الان داستان قبلی من هست، میتونید اونا رو هم نگاه کنید و خوشحال میشم که لایک کنید، کامنت برام بذارید اگر که نکته ای دارید در مورد این داستان ها و در مورد چیزی که تو کانال میبینید برام بنویسید، خوشحال میشم. و حالا که تا اینجا اومدید، اگه کانال رو دنبال نکردید حتما این کار رو بکنید تا داستانه بعدی رو هم بتونید بخونید. خیلی مخلصیم، قربون شما.